سلام دوستان، خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که علت اصلی سیفون زدن چیه. قبل اینکه بریم سر اصل مطلب، مثل همیشه اگر از ویدیوهایی که من میسازم خوشتون اومده و دوست دارید که این ویدیوها ادامه پیدا بکنه، حتما کانال منو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک بکنید و اگه دوست داشتید انتقاد، پیشنهاد و هر چیزی که دوست دارید رو توی کامنت ها برام بنویسید و حتما مطمئن باشید که من میخونم. اگر سوالی هم داشته باشید بدون شک جوابتون رو میدم. خب بریم سر اصل مطلب و اونم چیزی نیست جز علت اصلی سیفون زدن. ببینید، احتمالاً خیلیاتون دیدید که بعضی از آکواریوم ها کفشون از بستر استفاده نمی کنن و بعضیاتون اومدین پرسیدین که علت این تمیز بودن بستر آکواریوم چیه، علت اینکه با وجود اینکه شن وجود نداره ولی کف آکواریوم تمیزه علتش چیه؟ بذارید بهتون بگم، خیلی ساده است. سیفون های هفتگی. تو این ویدیو میخوایم با هم در مورد علت اصلی داشتن سیفون توی آکواریوم رو بهتون توضیح بدم. من علت های داشتن سیفون رو توی آکواریوم به دو تا دسته تقسیم بندی کردم. یکی از اون علل حذف ذرات فیزیکی توی آبه و علت دوم حذف پارامترهای مضر شیمیایی داخل آب آکواریوم مونه. داشتن سیفون‌های هفتگی علاوه بر این که میتونه ذرات فیزیکی معلق توی آب یا کف بستر آکواریوممون رو حذف بکنه، یه خاصیت خیلی مهم دیگه هم داره و اونم اینه که باعث جابجایی بستر آکواریوممون میشه. در مورد انواع بسترهای آکواریوم من قبلا یه ویدیو ساختم که این بالا احتمال زیاد، الان یک نواری باز میشه، روی این کلیک بکنید و برید اون ویدیو رو ببینید که مفصلا در مورد انواع بسترهای آکواریوم با هم دیگه صحبت کردیم. یکی از مزیت‌هایی که جابجا شدن بسترها دارن اینه که باعث میشه که ضایعاتی که توی کف آکواریوم متحنشین شده و به زیر بستر رفته، هر چند وقت یه بار یه تکونی بخورن و از اون زیر بیان بیرون. بریم سراغ قسمت دوم ماجرامون، یعنی خارج کردن پارامترهای مضر شیمیایی از آب آکواریوم هامون. به نظر من یکی از مهمترین علت سیفون کردن توی آکواریوم این قسمته. همونطوری که توی ویدیوی چرخه نیتروژن بهتون گفتم که این بالا میاد، محصول نهایی این چرخه نیتراته. ما با داشتن سیفون‌های هفتگی در عمل این کار رو انجام میدیم که اون نیترات اضافه رو از آب خارج میکنیم. اگر نمیدونید بذارید بهتون بگم که بالا رفتن غلظت نیترات و آمونیاک توی آب خودش میتونه علتی باشه برای کلر شدن آب آکواریوم و خراب شدن ظاهر آکواریومتون. پس حتما سیفون‌های هفتگی رو داشته باشید و ساده ازش نگذرید. البته راه‌های دیگه‌ای رو هم به غیر از سیفون کردن برای حذف نیترات توی آب داریم. اونم اینه که محصولاتی هستند که شرکت‌های مختلف ادعا می‌کنند که می‌تونه که نیترات آب رو حذف کنه. یکی از اون شرکت‌ها سیکمه. سیکم تا اونجایی که من میدونم دو تا محصول داره. یه دونش دنیترات سیکمه که مدیایی که شما توی فیلترتون استفاده میکنید و توی یک شرایط خاصی که از این مدیا استفاده بکنید، طی یک روزهای مشخصی نیترات آبتون رو این مدیا جذب میکنه. از طرفی یک دستگاه دیگه ای هم تو این چند سال اخیر دیدن که سیکم آورده، اگر اشتباه نکنم، حالا اگه اشتباه کردم درستش رو اینجا براتون می‌نویسم، یه دستگاهی به نام هایدروپیور که باعث میشه که نیترات آبتون رو جذب بکنه و فواصل سیفون زدنتون رو یه مقدار طولانی تر میکنه. البته در عملکرد این دستگاه من خیلی اطلاع ندارم، به خاطر همین حرف خاصی در موردش نمیزنم، ولی صرفا خواستم اطلاع داشته باشید که همچین محصولاتی هم وجود داره. از طرف دیگه گیاه‌های طبیعی هم میتونن نیترات رو جذب بکنن و غلظتش رو توی آکواریومتون کم بکنن، ولی با این وجود شما همچنان به سیفون‌های هر یک هفته یا نهایتاً هر دو هفته یک بار برای آب آکواریومتون واقعا نیاز دارید و نمیتونید بیخیالش بشید. خب برای سیفون کردن باید چه مواردی رو رعایت بکنیم؟ مورد اول اینه که حتما از آب دپو شده برای سیفون کردن استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی آب رو بذارید 24 ساعت بمونه، کلورش حذف بشه و بعد 30% آب آکواریومتون رو خارج بکنید و با این آب جدید جایگزینش کنید. حتما توجه بکنید که این آب باید همدما با آب آکواریومتون باشه و سعی کنید که خیلی با اضافه کردن این آب نوسانات شدید دمایی به وجود نیاد. ولی اونایی که گونه‌های حساس‌تری مثل شیمپا، دیسکس‌ها یا گاهن اونایی که پلنت باز هستن استفاده می‌کنن، اینه که میان آب دپو شده‌شون رو از لحاظ بقیه پارامترها هم بررسی می‌کنن. پارامترهایی مثل pH،
TDS که خودش متشکل از دوتا پارامتر دیگه میشه به نام JH و KH و از همه مهمتر که همون دمایی بود که بهتون گفتم. ولی برای شماهایی که یا منی که یا آکواریوم معمولی دارم و گونه های خاصی نگهداری نمی کنم، همون همدما بودن و کنار گذاشتن 24 ساعته آب بهترین راهکاره. این بود از ویدیوی امروز، امیدوارم که دوستش داشته باشید. اگه این ویدیو براتون مفید بوده بدونید که کانال من پر از ویدیوهای از این قبیله. اگه دوست داشتید که از من حمایت کنید فقط کافیه که این ویدیو رو لایک بکنید، کانال من رو سابسکرایب بکنید و اگه انتقادی، پیشنهاد و نظری هم داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید که واقعا میتونه بهم کمک بکنه. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی.